همصدا با خبرنگاران افغانستان 24 ماه می نشست تحت عنوان همصدا با خبرنگاران افغانستان از طرف سازمان خبرنگاران بدون مرز در برلین برگزار شد. در نشست درباره روند تحلیل خبرنگاران تحت خطر در افغانستان صحبت شد. همچنین در مورد این که وضعیت رسانه‌های افغانستان از چه قرار است. از موضوعات دیگر این بود که کارکنان رسانه‌های افغانستان چطور در تبعید و کارشان ادامه می‌دهند. خبرنگارانی که فعلاً تحت فشار هستند در افغانستان، اونها رو همکاری کنند. شما درخواستتون از همچون سازمان‌ها چی است؟ ما قسمی که گفتم این سازمان‌هایی که عامی رسانه‌ها، عامی حقوق بشر و در بخش‌های مختلف کار می‌کنند، اینا می‌تونن با بالای سیاستمدارای خود فشار وارد کنند به نحوی تا بفهمانند که انسان‌ها در هر کشور حقوق دارن، حق دارن، باید به طالبا بفهمانن، باید به گونه های مختلف با اونا بشینن. تنها با اعلامیه ها، با تیویت ها، با محکومیت ها، با نگرانی ها نمیشه که مشکلات مردمی که به اون دست گریبان هستن حل شد. تا به این برنامه که امروز اینجا برگزار شده کم صحبت کنیم. تشکر. ما مبینه سایی هستم، قبلا مسئول صحابی دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در ولایت بلخ بودم. خانم صالحی، نظرتون در رابطه با برنامه امروز چی است؟ مخصوصا خبرنگاران بدون مرز یکی از بزرگترین حامیان خبرنگاران هستند. شما فعلا از شرایط خبرنگاران در افغانستان زیادتر آگاه هستین. شما چی نظر دارین؟ خب ما امیدوار هستم که شورای مثل آلمان که باورمند به دموکراسی و حقوق بشر و تعهدات خودشان در کنار مردم جهان به خصوص مردم افغانستان هستند، برگزاری این برنامه بتونه که فشار بالای تصمیم گیرنده های دولت آلمان داشته باشه و اینا بتونن توجهشان در قسمت همکاری هم مسلک های ما خبرنگارانی که واقعا جانشان زیر خطر است امروز در افغانستان باقی ماندن، این همکاری ها را ادامه بدن و این فرصت را برشان زمینه سازی کنن که از طریق حمایت دولت آلمان اینا بتانن حداقل بیاین با خانواده شان در یک نقطه امن دنیا که زندگی امن حق هر کس زندگی کنن. این برنامه میتونه که به نحوی یک برنامه دادخواهی باشه برای خبرنگارای افغانستان و ما واقعا سپاسگزار هستم که در شرایطی که جنگ اوکراین جدی هست و جهان در مورد دیگه فکر میکنه، اینا هنوز هم فکر افغانستان و با فکر خبرنگارای افغانستان است. زمانی که طالبان وارد افغانستان شبای شما در افغانستان بودین؟ خب اگرچه من تجربه تلخ از دوره اول طالبان در افغانستان دارم که بودم، ولی بله بعد از سقوطی که در ماه آگست در افغانستان صورت گرفت، من دو ماه اول در افغانستان بودم، بیشتر با رسانه مصاحبه میکردم، بیشتر صدای اعتراض خود بلند میکردم. در پهلوی از اینکه تهدیدات شدید وجود داد، ناامیدی هایی بود، رسانه ها یعنی خیلی اندک فعالیت میکردن، من اونجا بودم، تجربه تلخ اونجا را هم دارم. بعد از دو ماه بودن ما در افغانستان در ماه اکتبر، متوسط یک سازمان کانادایی که قبلا با اونا در ایجاد یک رسانه محلی همکاری کرده بودم، اونا کوشش کردن به خاطر خطر که متوجه ما بود ما را از افغانستان بیرون کنن. سازمان خبرنگاران بدون مرز یا سازمان هایی که خودشان را مدافع حقوق خبرنگاران می دانند، خلاف انتظاری که از آنها می رفت، تنها تعداد کمی از خبرنگارانی در مرز خطر را از افغانستان نجات دادند. در حالی که تعداد زیادی از کارمندان رسانه‌ای فعلا در مرز خطر قرار دارند. سوال اصلی این بود، شما چه پلانی برای نجات دادن جان آنها دارید؟ رپورتر نگرنسن هات سیچ گگنوبر در دویچن رگیرونگ دافور اینگزتست داس ایس این Aufnahmeprogramm für bedrohte Menschenrechtsverteidiger, also auch Journalistinnen und Journalisten, geben soll. Dieses Programm wurde bereits im Koalitionsvertrag versprochen. In der vergangenen Woche hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, dass es ein solches Programm geben soll und die Bundesregierung nun beauftragt, dieses Programm umzusetzen. Wir setzen uns jetzt ganz stark dafür ein, dass wir mitreden können und dass dieses Programm vor allen Dingen auch viele Journalistinnen und Journalisten umfasst. Aber wir müssen Druck machen, auch auf die Bundesregierung, dass das am Ende auch genauso passiert. شما می دانید محدودیت‌ها بالای رسانه‌های افغانستان روز به روز بیشتر می شود و خبرنگاران مجبور می شود رو به خودسانسوری بیاورند. چرا با این حال نهادهای حامی خبرنگاران صدایشان را در جهان بلند نمی کنند؟ Ja, Reporter ohne Grenzen setzt sich ganz stark auch für die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan ein. Denn es ist wichtig, natürlich Journalismus im Exil zu stärken. Aber wir dürfen die Menschen, die in Afghanistan weiter sind, nicht vergessen. Deswegen haben wir zum Beispiel einen Digital Care Guide entwickelt, wo wir gerade Journalistinnen und Journalisten, die in Afghanistan weiter arbeiten, ganz praktische Tipps geben, wie man sich digital schützt.